صبر. الله تعالى فرمود اي مؤمنان صبر کنید و در صبر قدم خود را استوار دارید و برای جهاد آماده باشید و از الله بترسید باشد که رستگار شوید. سوره آل عمران آیه 200. پس صبر این رزق، قوت و فشنگ است. شخص مریض در شکایت هایش محتاج به صبر است، مصیبت زده در بلاهایش محتاج به صبر است و مرد در کار خود و زن در خانهش محتاج به صبر هستند. پس برای مسلمان آن انتظاری حقیقی در حیاتش است. آن بین امری است که به آن باید صبر بکند یا بین نهی است که از آن باید دوری جوید. پس بر او لازم است که به آنها صبر بکند و یا بلایی که در تقدیر آمده است بر او لازم است که صابر باشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صبر نور و رافشنی است، حدیث با روایت امام مسلم. پس صبر در روبروی شخص مسلمان در همه احوالش نور است. هر آینه الله تعالی کلمه صبر را در کتابش در 90 موضع ذکر کرده است، زیرا منزلت صبر خیلی بزرگ است و به قدر حاجت بندگان که به آن خلق شدند. حضرت علی رضی الله عنه گفت آگاه باشد که البته صبر از ایمان است و آن به منزله سر از جسد است. پس اگر سر قطع گردد، جسد نیز از همه چیز من می گردد. پس با آواز بلند گفت آگاه باشد آنی که صبر ندارد ایمان ندارد. و از فایده ها و میوه های صبر این است که البته شخصی با صبر ایمان کامل و اسلام زیبا دارد و هم محبت الله و محبت مردم را به دست آورده است. آرامی و هدایت در قلب است. پیروزی و نصرت با دوست داشتن الله است که آن مخصوص برای صابران است و هم سبب وزنینی و نگاه داشتن قدر و عزت خود و دیگران در روی زمین است. و از مهمترین سبب های معین شده صبر این است: اول شناخت الله تعالی و محبت او و حیا از او که او تعالی بنده اش را می بیند که از تقدیر خود غضبناک است یا به گناه دست زده است. کوتاهی این و عمل که با سرعت تیز از این دنیا انتقال می یابد. و البته زندگی حقیقی این زندگی آخرت است. ایمان به قضا و قدر و بنده خطا کرد لیکن به مصیبت گرفتار نگردید و آن مصیبتی که به او آمد از خطاهای وی نبود. همیشه مهربانی الله تعالی را به یاد آر که انسانهای دیگر برای دور کردن یک مصیبت خود چقدر صرف کردند. در کردن آن عظمتی که الله تعالی آن را برای صابران عطا کرده است از اجر و ثواب و از عاقبت نیک در دنیا و آخرت. الله سبحانه و تعالی فرمود جز این نیست که مزد صابران به حساب به تمام به آنها داده می شود. سوره زمر آیه 10.